محسن جان سلام. سلام موفرفری من. سلام. چطوری عزیز؟ خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ آره. من به اشرتو پیرن تنگ کردم و البته پشت فرمونم پیرن تنگ کردم. چه خبر خوب؟ من خوبم ولی من نمیخوام باعث تصادف تو بشم. داداش تصادف دوربین نمیشه بگی برگردونم؟ آکو تصادف کجا بود؟ 120 سرعت چسبیدم پشت سواری. چه خبر؟ خبر هیچی، وسط لایف چتیم. خوبم ولی حالا احوال پرسی رو بذاریم کنار بریم سراغ اصل مطلب اگه میشه. آره ما کار دارم میگم ها. دو سه تا سوال شبه پیش اومده. دو سه تا سوال دارم. آقا ما لحظه مهبان، ما کسی از ثانیه بعد مهبان رو میدونیم، بعد از بیگ بنگ رو میدونیم چیه، درسته؟ من یه سوال، این بیگ بنگ خودش داخل یه فضای منفجر شد، درسته؟ نه این دوتا ذره. نه نه نه, نه. داخلش فضایی نبود، خودش تمام فضا همون، همه فضا فقط همون ذره بود که بود، یعنی فضای خداستون وجود نداره. آرمین واسه من میدونی چه سوالی پیش اومده؟ سوال پیش اومده که آیا این دوتا اتمی که منفجر شدن، دوتا این دوتا اتم داخل فضا بودن یا بعد از انفجار اون دوتا اتم این فضایی که الان داریم اینم به وجود اومد؟ خب دو تا چیز محسن جان، دو تا اتم اصلا اون موقع اتم وجود نداشته، اتم بعدن به وجود اومده. خب یکی این چیزی که منفجر شد دو تا ذره ای که اندازه اتم بود، نه از اتم خیلی کوچکتر بود و اتم هم نبود. جنسش چی بود آمی؟ جنسیش اصلا چیزی اون موقع جنس نداشت هنوز. همه چیز ماده بود. هیچ چیزی هیچ جنسی نداشت اون موقع، فقط ماده بود. همه ماده جهان، هر ماده‌ای که می‌بینی، همه چی، هر چیزی که تمام عناصر همه چی. ببین اون کامیونی که تو الان روش توش هستی و کجا فهمیدی کامیونشه تو؟ این کتابخونه، ببین و این کتابخونه که بغل دست منه، همه این ماده همش تو یک جای خیلی کم، حتی کوچکتر از، بسیار کوچکتر از یک اتم، همه چی اونجا بود. خب و این تمام حجمی رو که داشت میگرفت، همه اون خود اون حجم همه فضا بود، یعنی هیچ فضای خارجی از اون وجود نداشت. یعنی این فضایی رو که داری اندور ورد میبینی، این فضا وجود نداشت، اون فضا همش همون فضایی بود که توی ماده و فضا با هم یکی بودن. نه تنها ماده و فضا با هم یکی بودن، ماده و فضا و زمان هم قبل از این وجود نداشت. یعنی زمان قبل از اون که زمان نبود، درسته؟ تمام اینا بعد از بیگ بنگ به وجود اومد، حتی زمان هم کسی از ثانیه بعد از بیگ بنگ میدونم اینا رو. آره من فقط واسم سوال این بود که آیا این فضایی که هست وجود داشته یا نه، بیگ بنگ اتفاق افتاده بعد از اون این فضا هم حتی به وجود اومده، بعد از اون این فضا به وجود اومده. بعد این یه سوال. دو، آرمین این ذره که منفجر شد به چجوری بهت بگم حالت انفجارش، ذره هایی که ازش پخش شدن، سیاره هایی که ازش پخش شدن، حالا هرچی، خب اینا توی یه سطح تخت و هموار رفتن یا نه مثلا مثل یه توپ شدن؟ چی؟ میتونم منظورم برسونم؟ یه صفحه به طور به شکل یک صفحه پخش شده و به یه سمت سو داشتن یا نه مثلا دایره وار؟ دایره ولی نه به همه سو، دایره به شکل یک صفحه، دایره دیسک مونده مانند. دقیقا نه مثل کره، مثل یک دیسک، دایره ولی دیسک مانند. آره ولی اینم یه چیز عجیبه برای دانشمندا که چرا مثل یک کره نیست، مثل یک دیسکه. من همین برام سوال بود و
من هم همین واسم سوال بود. خواهیم سوالا جوابش هنوز نداریم. ام پیداش میکنه داداش، ما خیال همون تخت ام پیداش میکنه. اینا چیزا حرفای من نیست ها، اینا رو چیزایی رو قاسم سلام راستی من حواسم به قاسم نبود. سلام واسه جان، آقا مخلصیم، آقا رانده پامیان صحبت نکرده بگیم که تاج سری حاجی ما از اون قدیما به درادت داریم آقا واسه یا که بیتیم، آقا حواست به جلو هم باشه، حالا بچه هم میگن داداش حواست من راننده دوازده تا چش داره جایش، جای دو تا چش. یعنی اگر قرار باشه من الان با تو صحبت کنم این برون برم و نفهم، باید این ماشین امروز تو مرز ایران خاموش کنم خودم در بیام بیام بیرون دوباره. ببین آقا ماشین هم کاپتاشه میرم میام بزن ببین من باید بحث رو برگیرم سر اصل مطلب. آریا جان چیزی رو که من خوندم تو لکچر میگی مثل دیسک نبوده. چرا؟ ببین کاملا مثل شبیه دیسک نبوده ولی پهن‌تر از اون چیزی بوده که خیلی دانشمند و انتظار دارن. خب یعنی کاملا دیسک صاف صاف نبوده. خب ولی اگه دیسک عدد... صاف صاف که نمیشه. نه بذاری من اینو بگم، یک عددی وجود داره که این عدد نشون میده که چقدر این مثلا حالا توضیح دقیق دقیقش رو نمیدم، خیلی یعنی کاملا گرد کامل نبوده و اینکه چرا خیلی یه مقدار صافه روش گسترش بعد از بیگ بنگ، این یک سوال هست برای دانشمندا که چرا انقدر صافه. صافه کامل هم نبوده ولی کره کامل هم نبوده، یه مقدار شبیه دیسک بار روش کرد. آها و این یه سوال یعنی... اینم یه مش... یه... بله بله قاسم بذار صحبت کنه، بذار قاسم چی قاسم بگو. قاسم بگو. من میخواستم بگم که انفجاری در کار نبوده، یه انبساط خیلی سریع بوده. یعنی وقتی ما میگیم انفجار انتظار داریم مثل منفجر شدن مثلا نارنجک یه قطعات درست بشه میدونن از بعد، این انفجار نبوده، یه انبساط بوده با سرعت خیلی خیلی. البته خب تعریف انفجار هم یه انبساط دیگه، نمیدونم حالا انبساط میشه قاسم جان. آقا قاسم تقریبا انبساط هم بخوای حساب کنی همون این انفجار میشه دیگه. انفجار یه چیز بی‌نظمی توش هست که برای همینه که استفاده میکنم. خب مگه داخل سیاره ما نظم هست؟ نظم نداری؟ نظم یعنی مرگ مطلق. اون بسته که داره نظمش رو تعریف کنه، حالا من یه تعریف واحدی از نظم قابل ندیدم، ولی خب. اینی که میدونم چیزی به اسم انفجار نبوده، این انبساط بوده. ما بگیم مغبا این قشنگتره. آره منم نظرم اینی که انفجار نباشه. سوالات کوتاه‌تر کن که بریم سراغ کسای دیگه هم بریم اگه میشه. آرمی یه سوال دیگه. خب آقا ما واقعی آشرا ماشرا حالا بعد بسات همه چیشو میتونیم تعامل کنیم، ما جواب داریم. قبل از اینکه بری سر این من یه چیزی بگم، ببینید من چیزی رو که جواب سوالایی که دارم میدم من به همه باید بگم که اینا رو من چیزهایی رو که خوندم و کورسایی رو که برداشتم دارم نظرم رو میگم، ولی شما اگه میشه به من اعتماد نکنید لطفا. خب اگه نه همه با من تغییر خودشون رو کنن، برین خودتون مطالعه بکنید و ببینین نظر کسایی که متخصصن. آخری دازه این یه سری چیزایی هم هست که ممکن از دفعه قبلی که من خوندم عوض شده باشه. خب یعنی من اگه جواب میدم برای اینکه مثلا ممکنه انگیزه بده که خودتون برین تحقیق آره. کنید، ولی لطفا حرفای منو باور نکنید، یعنی فقط به عنوان انگیزه برای تحقیق بهش گوش بکنید، خودتون برید چک بکنید حتما اینا رو. سال بعد آنی همه چیز آشرا رو میتونیم تا توضیح بدیم و فلان رو بسار داداش. این داستان حر ابن یزید ابن ریاحی که میگن اومد و نمیدونم امام حسین اینو برگردون طرف خودش و ما بین دوتا انگوشتاش کربلا چی بهشت رو بهش نشون داد و فلان و بیسار، این داستان هرچی بوده؟ داستان چی بوده؟ اطلاعی داری؟ هر نه ندارم تو قاسم تو میدونی؟ ریاهی بوده دیگه، من هم ده همین حد آره هر ابن یزید ابن ریاهی که اول اومد امام حسین رو اجبار کرد که دیگه تو چه رای فراری نداری هر کاری کنی دیگه اینجا اسیر رو گیر کردی، ولی بعد برگشتش طرف امام حسین، اومد تو لشکر امام حسین و بعد میگن امام حسین اما بین دو تا انگشتاش چیزو بهش نشون داد، بهشت و جهنمو بهش نشون داد و این برگشت طرف امام حسین و این حرفا. یه چیزی بگم شهیدم شد. بذار قاسم بگو. مثلا که شیعیان میگن اینه که آره یکی از
حالا سربازه عادی هم نبوده، یکی از فرمانده های مثلا علی بالای ارتش بود نبوده. بله هور، بله اعتماد داشتن و خیلی مثلا روش حساب میکردن. هور منظورتون چی از هور؟ یکی سبرا توضیح بده اسمشه. اسمش آرمین. بذار یه لحظه قاسم، یه لحظه یه لحظه. من 4 کیلومتر دارم تا پاسگاه مرزی. خب 4 کیلومتر دیگه اصلا کلا نتم میبره. بذار یه چیزی رو بهت بگم آرمین. ببین هور یه شخصی بود تو سپاه یزید. خب وقتی که امام حسین ها رسیدن به عراق امروزی، یزید از طرف یزید هور رفتش جلوی راه اینا رو بست. امام حسین نظرش این بود که دوباره برگرده بره مدینه، که چند تا خطبه هم داده بود که آقا یا بذارید من برم، یا بذارید برم ایران و برم طبرستان رو فتح کنم و فلان و بیسار. هور اومد گفت آقا جون اینجایی که اومدی دیگه آخر راهه، دیگه اجازه نمیدم برگردی. محسن جایی داستان اصلا واقعیت نداره، ولی ما که نمیدیم. خب گوش کن، نه 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 نه، تا اینجاش تو تاریخ نامه طبری هم هست. خب تو طبری هست، تاریخ طبری که واقعیت نداره. حالا واقعیت نداره یا نه، تو 5 تا تاریخ نامه اینو نوشتن. بعد مشکل اصلی اینه، این تو سپاه یزید بود. خب بعد یکی از گردن کلفت‌ترین سرداران یزید بود، شاید میگم گردن کلفت‌ترین سردار یزید بود. خب حرف من اینه، این چجوری شد توی اون شرایط که میدونستم کشته میشه برگشتش طرف امام حسین؟ اینو میخوام بدونم. داستانه چرته، اینا رو از خودشون در آوردن، اینا داستانه واقعی نداره. یعنی تو الان توی اسم شهیدای عاشورا اسم هر هست، اسم قره غلام هر ابن یزید ابن ریاهی، علی ابن هر ابن یزید ابن ریاهی اسم اینا هست توی اسم شهیدای 72 تن. خب در از که اینا 210 تن بودن، 72 تن یارای نزدیک امام حسین بودن. امام حسین بقیه اونا که غریبه بودن و سرباز بودن رو حساب نکردن. اکثر ببین این داستان ها رو جدی، انقدر جدی نگیر. اکثر این داستان ها بین 150 سال تا 200 سال بعد از اینکه این اتفاق افتاده اومدن نشستن نوشتنشون. زمانی هم نوشتن که مثلا عباسیان و امویان و اینا کلی سیاست هم علیه هم برای قدرت خودشون اینا میامدن چه میدونم حدیث میساختن و داستان میساختن و اینا. آره روایت و بلان رو میساخت برای که میخواستن قدرت خودشون رو توجیه بکنن. کلی داستان بافتی شده. شما اینا نباید اینا رو اینقدر جدی بگیرین که انگار واقعا اینا تاریخه. آره. من سوالم بود حالا ببینم کجا میتونم گیر بیارم. داداش من 1 کیلومتری مرزم دارم میرم ترکمنستان. یافته اون دقیقه خوابیدیم سر بازرگان ها. حالا نگو کجایی ولی خب باشه. نه خب در میام من از ایران میرم آرمین. من رد میشم. کار نداری؟ آرمین دلم برای موهات تهی شده بود. مرسی. عزیز منی. داداش میام بالا باز میبینم فعلا. خدافظ خدافظ قاسم جان. خدافظ بچه های تو لایف. خدافظ خدافظ خدافظ. آقا این داستانه که در مورد کربلا میگن خیلی جدی نگیرین. من یه کتابی بود خیلی سال پیش خونده بودم، نوشته بود که حضرت عباس توی 2 دقیقه 1200 نفر رو کشت توی صحرای کربلا. شما فکر کن میشه تقریبا ثانیه 100 نفر. خب نمیشه که، از این حرف کلا زیاده. حتی خود تشنه بودنش شک کرده چه برسه. من حتی داستان محمد هم جدی نه، این حدیث های محمد هم جدی نگیرین. اینا 90% این داستان های محمد هیچ وقت اتفاق نیفتاده. ما هیچی از ببینید هیچ از لحاظ تاریخی هیچ کدوم از داستان های محمد اثبات نشده، به غیر از اینکه یکی بوده عربا رو متحد کرده. ما تو نمیدونیم آیا اسمش محمد بوده یا نه، فقط ممکنه میدونیم یه چیزی یا لقبش محمد بوده یا اسمش محمد بوده. حتی الان از تاریخی حتی نمیتونیم اثبات بکنیم که دین این شخص اصلا اسلام بوده. اسلام ممکنه چندین سال بعد به وجود اومده باشه. یعنی اینا هیچ، حتی حسن و حسین که هیچی، خود محمدش هم از تاریخی اکثر داستاناش اثبات نشده. من نمیگم اتفاق نیفتاده، میگم اثبات نشده که اتفاق افتاده.